سرخط خبرها آمریکا آماده ی رفع تحریم های ایران جنگ در بین یاران احمدی نژاد بگم بگم به درون خانواده بهاری ها رسید و از سرگیری کمک های ایالات متحده به فلسطین سلام و درود خدمت شما همراهان گرامی و ارجمند به یکی دیگر از خبرهای اتاق خبر خوش آمدید جهت آگاهی از خبرهای ایران و جهان کانال ما را دنبال کنید. مشروع خبرها آمریکا آماده رفع تحریمهای ایران ایالات متحده در راستای احیای برجام آماده برداشتن گامهای لازم و تحریمهای ناسازگار با این توافق است. به گزارش رویترز نیت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده ایالات متحده در راستای احیای برجام آماده برداشتن گامهای لازم و تحریمهای ناسازگار با این توافق است او در یک کنفرانس خبری گفت آماده ایم تا اقدامات لازم برای بازگشت به رعایت تعهدات برجامی خود از جمله برداشتن تحریم‌های ناسازگار با توافق هسته‌ای ایران را انجام دهیم. با این حال او اضافه کرده در اینجا در موقعیتی قرار ندارم که به شما بگویم این اقدامات شامل کدام جز و بخش خواهند بود. هرچند او متذکر شده ماهیت دقیق هر گونه رفع تحریمی به دیپلماسی بستگی دارد. همچنین در پی نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد با انریک مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در وین، رئیس نشست کمیسیون مشترک برجام و همچنین رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرد با این حال رویترز مدعی شده دیپلمات‌های های مطلع در وین از به تعویق افتادن جلسه فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات ایران برای رسیدگی به موضوعات اساسی همچون ذرات اورانیوم ردیابی شده در دو سایت اعلام نشده خبر دادند. این دیپلماتها ها به خبرگزاری رویترز گفتند که این امر امیدواری به احیای برجام و تنش زدایی میان جمهوری اسلامی و غرب را تحت تاثیر قرار می دهد. یک دیپلمات اروپایی علت به تعویق افتادن این جلسه را دلایل فنی عنوان کرده است. پیش از این قرار بود جلسه فنی در نیمه دوم فروردین در تهران برگزار شود. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود به مناسبت روز یادبود هولوکاست با اشاره به تلاش ها برای احیای توافق هسته‌ای قدرت های جهانی با ایران گفت توافقی که تهدیدی برای نابودی ما باشد ما را ملزم نخواهد کرد نتانیاهو با هشدار به نزدیکترین دوستان و متحدان اسرائیل افزود تاریخ به ما آموخته است که این قبیل قراردادها بسیار بیارزشند. ما فقط به یک چیز متعهد خواهیم بود اجازه ندهیم کسانی که در صدد نابودی ما هستند توطئه خود را عملی کنند جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ نیز در واکنش به خبر نیویورک تایمز درباره توافق ایران و آمریکا جهت ایجاد دو کارگروه برای احیای برجام در توییتر خود نوشت لغزش طولانی به سوی تسلیم آغاز می شود. برجام نتوانست ایران را مجبور به رها کردن بلند پروازی های ای خود کند. توافق اصلاح شده با هزینه ما برای ایران زمان می خرد. جنگ در بین یاران احمدی نژاد بگم بگم به درون خانواده بهاری ها رسید. منش و مرام خاص احمدی نژادی در سیاست ورزی ظاهرا چیزی نیست که وابسته به دوری و نزدیکی کنشگران سیاسی به شخص احمدی نژاد تغییر کند. شاید اگر حدود دو دهه پیش جایی در یک روزنامه رسمی متعلق به جریان اصلی شکل محاوره فعل بگویم آن هم دو نوبت پیاپی پی به چشممان میخورد تردید نمی کردیم که احتمالا خطای ویرایشی رخ داده و مثلا نویسنده حروفچین یا دیگر دستن در کاران تهیه و تولید آن صحوا مرتکب چنین اشتباهی شدند اما حالا سال هاست که تعبیر بگم بگم در ادبیات سیاسی رسانه ای فارسی کاملا جا افتاده و حتی مخاطب کمتر حرفه ای هم احتمالا بلافاصله پس از مواجهه با این تعبیر لابلای سطور گزارشی سیاسی یا در تیتر و اشاره آن گزارش ارجاع آن را به یک جریان مشخص سیاسی و به بیان دقیقتر یک چهره خاص سیاسی درک می کند. احمدی نژاد و احمدی نژادی‌ها. ها دیروز در اتفاقی عجیب و دور از انتظار یک نمونه افشاگری که البته بهتر از همان تعبیر بگم بگم را در توصیفش به کار ببریم از سوی یکی از آخرین افراد جدا شده از حلقه احمدی نژادیها، ها آن هم علیه یکی از معدود چهره های باقی مانده در این حلقه رقم خورد و مطابق انتظار با واکنش به نسبت گسترده افکار عمومی مواجه شد آنجا که عبدالرزا داوری مشاور رسانه ای پیشین احمدی نژاد در توییتی علیه حمید بقایی نوشت اموال و املاک حمید بقایی که غالباً به نام همسرانش انتقال یافته هیچ تناسبی با حقوق و مزایای یک مدیر دولتی ندارد از خودروهای متعدد و املاک تجاری و ویلایی در تهران و کاخ در آبسرد تا چمدان مکشوفش مملو و سکه و دلار و اوراق بهادار یک مفسد اقتصادی که نقاب پاک دستی بر چهره دارد. این توییت داوری علیه بقایی آن هم در شرایطی که این دو سالها همراه با احمدی نژاد از نزدیکترین چهره های سیاسی به یکدیگر بودند و با توجه به آنکه به تازگی داوری به شیوهی باورناپذیر و غیر قابل درک از یاران سابقش فاصله گرفته و هر از گاه علیه آنان اظهار نظر می کند بیش از همه با موضع های از این جنس همراه بود که او چرا اکنون زبان به بیان این مسائل گشوده و چرا تمام سالهایی که بنا به ادعای او بقایی کنار دستش مشغول فساد اقتصادی پشت نقاب پاک دستی بوده کلامی نگفته است. در این حال برخی ناظران هم گفته ان طرح چنین ادعای سنگینی در یک توییت آن هم بدون سند و مدرک نه تنها نشانه ای از عبور داوری از یاران سابقش نیست بلکه اتفاقا ادامه ی همان مشری مرامی است که چنانچه اشاره شد در ادبیات سیاسی رسانی ایرانی با تعمیر بگم بگم مطرح است و نه با هدف افشا و مبارزه با فساد که با انگیزه سیاسی دنبال می شود آن هم در روزها و هفته هایی که عبدالرضا داوری اگر چه تاکید دارد به عنوان مشاور رسانه احمدی نژاد معرفی نشود اما از جهتی دیگر بسیار شبیه به او رفتار می کند و پای صحبت شبکه های سیاسی ماهواره است با این تفاوت که احمدی نژاد به هر حال زمانی رئیس جمهور مملکت بوده و رسانه های غیر فارسی زبان هم برای مصاحبه به سراغش می روند. اما داوری طبیعتاً جز حضور در برنامه های سیاسی یکی دو کانال تلویزیونی فارسی زبان همچون ایران اینترنشنال و نشستن کنار دیگر کارشناسان این شبکه ها جایگاهی ندارد. از سرگیری کمک های ایالات متحده به فلسطین به گزارش بی بی سی آمریکا اعلام کرده کمک های بشر دوستانه مالی و امنیتی به فلسطینیان که ترامپ آن را قطع کرده بود از سر گرفته می شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای گفت این کمک ها حدود 250 میلیون دلار خواهد بود. این بسته شامل 75 میلیون دلار کمک اقتصادی در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه و 10 میلیون دلار برای برنامه‌های ترویج صلح است. همچنین 150 میلیون دلار برای برنامه های حمایت از پناهجویان فلسطینی اختصاص داده شده که آژانس امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک و بسته به سازمان ملل متحد آن را در اختیار فلسطینی ها قرار می دهد. سپاس از همراهی شما عزیزان تا پایان خبرها. لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید. وقت به خیر خدا نگهدار.